کار میکنن دارن به آیه قرآن احترام میذارن. پس کار کردن، پول در آوردن، به این دنیا رسیدن، خونه خریدن، ماشین خریدن، پول بیشتر در آوردن، درآمد بهتر کسب کردن، جزء چیزایی هست که در قرآن بهش تاکید شده که همین دنیا رو داشته باش، هم اون دنیا رو داشته باش. ممنونم محمد جان عزیزم. نه کل بله ممکنه کل آیه رو بدن، من به شما یه کلمه رو فقط گفتم، کلمه حسنه رو دیدین حتما مفهومش اینه. اما این دوتا حدیث، حدیث اول کلمه معاش رو هر وقت دیدین به عربی، یعنی حدیث نوشته بود معاش داشت، حتما مفهومش اینه، میگه اسلام در دسترس نبودن معاش رو خطری میداند که اعتقادات انسان رو تهدید میکنه. میگه آقا اون آدمی که میره دزدی میکنه، اون آدمی که کلاهبرداری میکنه، اون آدمی که میره کار خلاف میکنه، به فحشا رو میاره یا هر چی مثل این، اون آدم به خاطر این هست که پول نداره، مجبوره، وادار به این کار شده. خداوند میگه، یعنی تو حدیث ها عنوان شده که در دسترس نبودن معاش، این طرف پول نداره، خطری میدونه که اعتقادات انسان تهدید میکنه، کسی دزدی میکنه، هزار تا کثافت کاری میکنه، اون آدم دلش نمیخواد این کارو بکنه. اگر میره این کارو میکنه و اعتقاداتش میره زیر سوال، چون مجبوره. بچه بس به خاطر بسپارین یک بار دیگه، ای جانم کسر، اسلام در دسترس نبودن معاش را خطری میداند که اعتقادات انسان را تهدید میکند. اما بچه راه حلش، حدیث دوم، کلمه نشان مجاهد، هر وقت مجاهد اومد اینه، و چون توی این و این اینجا نوشته جهاد و اینجا مجاهد، راحت پیداش میکنی رابطه شو. اما چی گفته بچه این حدیث مجاهد؟ میگه فردی که برای ارتقاء سطح زندگی خانوادهش میکوشد، همانند کسی که در راه خدا جهاد میکند، شایسته تقدیر است. تکرار میکنم، فردی که برای ارتقاء سطح زندگی خانوادهش میکوشد، همانند کسی که در راه خدا جهاد میکند، شایسته تقدیر است. میگه خداوند میگه که اگر پدر و مادر محترم شما صبح لباس میپوشن میرن سر کار، انگار رفتن در راه خدا دارن جهاد میکنند. کار کردن، پول در آوردن، برای خانواده خسته نباشید، برای خانواده زحمت کشیدن مثل جهاد در راه خداست. یه موقعی بچه‌ی تستی ازش اومده بود، عالی شد محمد، دقیقا همونطوره. بچه دقیقا یه سوال اومده بود اینجوری بود، من میپرسم تو دلت جواب بده. گفته بود فردی که برای ارتقاء سطح زندگی خانوادهش میکوشد، همانند چه کسی نزد خدا ارج و قرب دارد؟ کسی که در راه خدا جهاد میکند. یا سوال اومده بود چه کسانی نزد خداوند هم سطح افرادی که در راهش جهاد میکنن شایسته تقدیرند؟ اونهایی که برای ارتقاء سطح زندگی خانوادهشون تلاش میکنند. پس بچه ها این چند تا حدیث آیه رو به خاطر بسپارید. بچه ها به همین راحتی، خفت میکنم مهدی ها، به همین راحتی بچه ها. اوکی؟ خب بچه ها یه کمی جلوتر میخوام بریم تو تستاش تیکه پاره کنیم تستا رو، یعنی تصمیم بعدی با تستا. امروز همون روزی هست که میخوایم همه تستا رو درست بزنیم، تستای کنکور رو، و در موردش با هم صحبت زیاد داریم. هزینه فرصت مسئله نداره، ولی عدد داره که تو همین سوالا هست، با هم کار میکنه. خب بچه ها قرآن تاکید میکنن رفع همه مشکلات انسان در گروه عمل به آموزهای الهیه. بچه ها خیلی اینجا ریز اشاره کردیم، این چی گفته؟ گفته آقا مگه نگفتیم طبق آیه قرآن کریم که حسن کلمه نشانش هست، دین اسلام انقدر دین کاملی هست که میگه آقا هم به دنیا توجه هم به آخرت. مگه در این حدیث که کلمه نشانش معاش هست، مگه نگفته اگر از دسترس نبودن معاش را خطری میدونن که اعتقاد انسان تهدید میکنه؟ در حدیث دوم مگه نگفته که مجاهد که کلمه نشانش هست، فردی که برای ارتقاء سطح زندگی خانوادهش میکوشد، همانند کسی که در راه خدا جهاد میکنه، شایسته تقدیر است. میگه اینا گوش کردی؟ حالا اگر میخوای همه مشکلاتت برطرف بشه، قرآن تاکید کرده به این آموزه های الهی توجه کن. خیلی خوب. و ببخشید پیامبران الهی هم گفتن تلاش برای رفع محرومیت ها و برخورداری از فرصت ها و حفظ کرامت انسانی وظیفه خود میدانستند. گرفتیم بچه ها؟ بگذاریم. حالا بچه ها در نهایت گفته که توجه، علت توجه اسلام به اقتصاد چیه؟ میگه آقا چرا اینقدر اسلام گیر داده به اقتصاد؟ چون میدونه که اقتصاد در همه جنبه های زندگی انسان، در اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم نقش دارد. رسیدیم به اینجا، یعنی انقدر از این تست میاد که حد و حساب نداره.
تمیز حرفه‌ای با هم یاد میگیریم، بلا فاصله بچه‌ها میریم توی تستاش و تستاشو با هم کار میکنیم. بچه‌ها یک بار دیگه این موضوع رو خدمتتون میگم، من کلاسم 3 ساعت است، اما اگر لازم باشه در نکته و تست تصمیم گرفتم لازم باشه اون جلسه رو تموم کنم 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت هم باشه وای میسم، اما به خاطر مراقبت از حجم اینترنت شما سعی میکنم تو همون 3 ساعت کلاس رو کامل جمع بکنم. لازم باشه بچه‌ها جلسه اضافی براتون میذارم، اصلا نگران هیچی نباشید. قول به شما دادم 0 تا 100 رو با شما کار کنم، پس خیلی راحت راحت لازم باشه بچه‌ها باز هم اضافه میکنیم. مسئله امروز میگیم حتماً.